این باغ چای ما است که حدود 10 سال همینجوری ول شده بود. آقای میرزایی از روزهای تلخ چای میگه، از روزهایی که در باغهای همیشه سبز چای ویلا سبز شد. الان این ویلایی که میبینین این در واقع باغ چای بود، ولی چون صرف نداشت یارو فروخت. هر روزان زمین بود دبزه چی داشتم. فروختید الان به جای باغ چای الان ویلا درست شده. ویلا درست کردید. اما امروز با حمایت دولت از این صنعت نه تنها آقای میرزایی دستی به باغش کشیده. الان اینجا 1/3 از این باغ رو من هرس کردم به خاطر حمایتی که از طرف سازمان برای من شد. بلکه در مناطق کوهستانی و پرپیچ و خم هم باغ‌های چای مخروبه یکی پس از دیگری داره آباد میشه. اینجا قله کوهه. آدم فکر نمی‌کنه که این بالا بیاد اینطوری همه مشغول به کار باشن و باغای چای خودشونو بهزرایی کنن. الان ما اینجا که هستیم در فاصله چند متری از سطح دریاست؟ 450 متر از سطح دریا ارتفاع داریم. آقای هوشمند 30 هکتار از باغ چای این منطقه رو که حدود 10 سال رها شده بود اجاره کرد تا دوباره به چرخه تولید برگرده. همه دست به دست هم دادیم، آبادش کردیم. تمام سختی رو بجام میگیریم تا چای ایرانی رو پیدا بکنیم. برای این 30 هکتار یه چیزی باید حدود 1 میلیارد تومان هزینه کرد. به احتمالاً ظرف 2 سال فکر کنم هزینه‌ای که مستتر شده برای باغات چای برگشت میخوره. خوشبختانه با توجه به تسهیلاتی که فراهم کردیم، حمایت هایی که در واقع از طریق دولت صورت گرفته، رضایتمندی که در بین چایکاران ایجاد شده، طی این 2-3 ساله به شدت به سمت سوی اصلاح و احیای باغات ما داره پیش میره. برای احیای این باغات هم ما الان به ازای هر هکتار احیای باغات رها شده 25 میلیون تومان در این تسهیلات پرداخت میکنیم، 4% با بازپرداخت 4 ساله. برای هرس کفبر در واقع 20 میلیون تومان در این پرداخت میکنیم و برای هرس کمربر 10 میلیون تومان. هرچند که برخی از چایکاران از نحوه پرداخت تسهیلات گله‌مندند. الان دولت داره زحمتش میکشه، وام داره میده برای کشاورزا، ولی متاسفانه میگه که اول شما باغا رو آباد بکنیم من بعدم به شما وام بدیم. این نمیتونه، کشاورز هزینه‌ش نداره، بودجه‌ش نداره. البته برای افزایش تولید پرمصرف‌ترین نوشیدنی ایرانی کارخانه های چای سازی هم حمایت میشن. دو سال اخیر وامای دادن واسه تعمیرات و واسه خرید ماشین‌آلات نزدیک 2 میلیارد وام گرفتیم. امسال مبلغ 500 میلیون تومان به ما وام دادن که دستگاه خریدیم، یه دستگاه کالسوتو رو بسته‌بندی. بر اساس اعلام سازمان چای در حال حاضر بیش از 5000 هکتار از باغ‌های چای استان‌های گیلان و مازندران مخروب است و این در حالیه که با حمایت بیشتر دولت از صنعت چای و احیای این باغ‌ها میشه میزان تولید چای رو سالانه تا 10,000 تن افزایش داد و این یعنی جلوگیری از خروج 50 میلیون دلار ارز از کشور. مریم دورباش، خبرگزاری صدا و سیما، لنگرود.